دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نون روغنی هستش. نون روغنی یک نون بسیار خوشمزه، سنتی، کمشیرین و بسیار راحت و ساده آماده میشه و در طول روز میتونیم ازش استفاده کنیم. مواد مورد نیاز: 3 لیوان آرد گندم، 1/2 لیوان شیر، 1/2 لیوان آب ولرم، 1 قاشق غذاخوری پودر مای خمیر، 3 قاشق غذاخوری شکر، 3 قاشق غذاخوری روغن مایه، 1 قاشق چای خوری نمک، 1 عدد تخم مرغ و برای رومال میتونیم از کنجد و تخم کتون استفاده بکنیم. منظور از لیوان همین لیوان های دستدار قدیم فرانسوی هستش که توی همه خونه ها هستش. میایم مایه خمیر رو، برای اینکه خیالمون راحت بشه تازه هستش، مایه خمیر فوریمون رو همراه با 1 قاشق شکر مخلوط میکنیم. خوب که مخلوط شد، شیر حتما باید ولرم باشه، اگه سرد یا گرم باشه مایه خمیر به عمل نمیاد. با شیر مخلوط میکنیم، درش رو میذاریم و در محیط آشپزخونه حدود 10 دقیقه میذاریم تا به عمل بیاد. تا زمانی که مایه خمیر به عمل بیاد، ما آرد رو به تدریج میریزیم و علک میکنیم. یه تخم مرغی رو که داشتیم فقط سفیدش رو می‌ریزیم داخل ظرف و زردش رو نگه می‌داریم برای رومال. بعد از اون نمک، آب، شکر، یه ذره شکر رو نگه میداریم روی زرده تخم مرغ می‌ریزیم که بعد برای رومال استفاده بکنیم. کمی، شاید نصف قاشق چای خوری. 3 قاشق روغن مایه رو هم اضافه میکنیم. بعد از اون مایه خمیر به عمل اومده رو هم اضافه میکنیم. خوب که اینا رو با هم دیگه مخلوط کرده، به تدریج میاد آرد رو اضافه میکنیم به موادمون طی 2-3 مرحله. خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. خوب که با هم مخلوط کردیم، قاشق رو کنار میذاریم و شروع میکنیم به ورز دادن. حدود 10 دقیقه ورز میدیم تا جایی که دیگه به دستمون نچسبه و به ظرف هم نچسبه. همیشه یه مقدار کمی آرد و آب بلرم دم دستتون باشه. اگر دیدین که خمیرتون شله، میتونین کمی آرد بهش اضافه بکنین، ولی نه اینقدر که دیگه سفت بشه خمیرتون، چون میزان آرد ما تقریبی. الان ما حدود 2 قاشق غذاخوری دوباره به این آرد اضافه میکنم و بعد شروع میکنم به ورز دادن. آب ولرم هم دم دستون باشه، اگه یه موقع سپ شد میتونید از آب ولرم استفاده بکنید. الان دیگه آردش کافیه، فقط باید 10 دقیقه این رو ورز بدم تا خمیرمون آماده بشه و دیگه به دست نچسبه. بعد از اینکه 10 دقیقه ورز دادیم، خمیر رو به این شکل ضربه بهش وارد میکنیم. حالا 100 بار نه، معمولا 100 بار این کار رو میکنم، ولی حالا 70-80 بار این کار رو انجام میدین. بعد میبینید یک خمیر نرم و لطیفی رو به دست آوردین شما. وقتی خمیر به این شکل شد و دیگه به ظرف و
به دست شما نچسبید، میان یه ظرف دیگر رو بر میدارید. حالا میتونید این ظرف رو چرب بکنید یا آرد بپاشید به این شکل. از خمیر رو که به این شکل گوله کردید داخل ظرف قرار میدید، یه مقداری هم آرد روی خمیر، بعد از اون درش رو میذارید، یک پارچه نسبتا گرمی روش قرار میدید، حالا ملافه یا چیز دیگه، یک ساعت میذارید تا خمیرتون استراحت کنه. بعد از یک ساعت که خمیر استراحت کرد، میبینیم که حجم خمیر دو برابر شده. پف خمیر رو از بین میبریم، یکی دو دقیقه دوباره ورز میدیم خمیر رو. بعد میام یه چونه خیلی بزرگ میگیریم، و بعد این خمیر رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. دوباره به شکل چونه در میاریم. بعد از این مرحله به این شکل در میاریم. بعد میایم با نوک انگشتامون به این شکل دور تا دورش رو به این شکل در میاریم. به وسیله نوک انگشتام خطوطی رو ایجاد میکنیم روی نون و داخل سینی فر قرار میدیم. روی سینی فر کاغذ روغنی میندازیم یا به وسیله روغن چرب میکنیم، روش رو میندازیم، 10 دقیقه دوباره میذاریم استراحت بکنیم. یک دوم خمیر که باقی مونده بود اون رو دوباره نصفش میکنیم. میخواییم مدل دیگه از نون روغنی رو درست بکنیم. به این شکل چونه میگیریم، چونه که گرفتیم دوباره به وسیله دستمون به این شکل پهن میکنیم و گردش میکنیم. بعد میان شکل میدیم. حالا میتونیم به وسیله یه استکان یا به وسیله کاتر به این شکل دایره هایی روش ایجاد میکنیم. به این شکل حالا میایم رومال نون رو آماده بکنیم. یه زرده تخم مرغ داشتیم، حدود یک قاشق چای خوری شکر بهش اضافه کرده بودیم و حدود یک قاشق غذاخوری هم شیر بهش اضافه میکنیم. خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. فر رو هم باید از قبل روشن کنیم روی دمای 200 درجه سانتیگراد. بعد از این مرحله میایم نون که استراحت کرد کامل، میایم روی این خمیر نون میمالیم. بعد از رومال کردن تخم مرغ میایم کمی کنجد یا تخم کتون روی نون میپاشیم و در فر قرار میدیم که دماش حدود 200 درجه سانتیگراد هست. 20 دقیقه داخل فر میمونه، 2 دقیقه آخر گریل رو روشن میکنیم تا روی نون طلایی بشه. نون روغنی آماده شد، با میزان موادی که داشتیم یه نون بزرگ شد و 2 تا نون کوچیک. چه بافت نرم و لطیفی داره. این دوتا رو کنجد ریختم، این دونه هم تخم کتون ریختم. نوع دیگری از نون روغنی هستش که داخل روغن سرخ میکنن.
امیدوارم شما هم این نون خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.